آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دوشنبه شب طی بیاناتی در جمع مبلغان محرم ضمن اشاره به برخی دیگر از ویژگی‌های خاص امام حسین علیه السلام در میان معصومین با استناد به برخی از روایات زیارات وارده به مواردی از حزن و اندوه اهل زمین و آسمان هنگام شهادت سرور و سالار شهیدان و همچنین قبل و بعد از شهادت آن حضرت اشاره فرمودند. ایشان در ادامه به توجه هرچه بیشتر نسبت به برپایی شعار حسینی تأکید فرموده و شیعیان دنیا و به ویژه دولت عراق را توصیه به برپایی هرچه بهتر شعار حسینی به ویژه زیارت اربعین نمودند. با هم گزارش علی اکبری در رابطه با بخش دوم بیانات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه بیانات خود در جمع مبلغان محرم با اشاره به فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه و کامل زیارت به ابعاد دیگری از موارد تکوینی و تشریعی ویژگی های خاص امام حسین در میان اهل آسمان ها و ساکنان زمین که در پی شهادت ایشان اتفاق افتاده اشاره فرمودند. ایشان در ادامه فرمایشات قبلی در رابطه با مواسات انبیاء الهی با امام حسین علیه السلام تأکید فرمودند. علاوه بر اینها در روایات و زیارات وارده داریم که هر شب جمعه تمامی برگزیدگان الهی به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف می شوند که اینها نیز همگی از خصوصیات امام حسین است که برای دیگر معصومین نمونه آن ذکر نشده است. آیت الله العظمی شیرازی با تأکید بر مداومت در خواندن زیارت عاشورا که چکیده اسلام و جمله جمله آن تبلور عینی مفهوم تولا و تبرع است فرمودند توصیه شده حتی در غیر از ماه محرم و صفر نیز هر روز زیارت عاشورا را بخوانیم و اگر نتوانستیم تا آنجا که میتوانیم بر خواندن آن اهتمام ببرزیم و این خود دلالت بر ویژگی دیگری از امام حسین دارد. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه با اشاره به ویژگی های تشریعی فراوانی که در مورد سید و شهدا قرار داده شده استشفاء به تربت ایشان را مورد تأکید قرار داده و فرمودند خوردن تربت قبر سایر معصومین علیهم السلام حرام است، اما استشفاء به تربت امام حسین علیه السلام مستحب است. ایشان با اشاره به روایات وارده در خصوص عظمت اختصاص یافته به سرزمین کربلا فرمودند منزلت زمین کربلا از کعبه نیز افضل است و خدای متعال زائران امام حسین علیه السلام در روز عرفه را به خود نسبت داده است و آنان زائران خدا نامیده شدند و همچنین در این روز نخست به زائران امام حسین علیه السلام عنایت می کند و سپس به زائران عرفات. آیت الله العظمی شیرازی ضمن تأکید بر این نکته که جریان امام حسین علیه السلام چه سلبی و چه ایجابی آثار فراوانی دارد به نمونه هایی عبرت آموزی از آثار آن در رابطه با برخی از علمای گذشته شیعه اشاره کرده و فرمودنگاه برخی از اوقات نه به واسطه یه تقصیر بلکه بعضاً قصورها برکاتی در زندگی از ما سلب می شود. ایشان تأکید فرمودند آثار مثبت و منفی در دستگاه حضرت امام حسین علیه السلام و آثار یاری نکردن و بیتوجهی به شعائر ایشان اگر گردآوری شود مجموعه بزرگی به دست خواهد آمد که میتواند برای همگان پندآموز باشد. آیت الله العظمی شیرازی به همه شیعیان به ویژه جوانان توصیه فرمودند که تلاش کنند تا سبب اعتقاد دیگران به امام حسین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام شوند و هر آنچه که در توان دارند برای این هدف به کار ببندند. آیت الله العظمی شیرازی در ادامه فرمودند باید دنیا را مملو از حسینیه ها کنیم و در این میان جای خالی حسینیه های مخصوص بانوان احساس می شود، چرا که جمعیت بانوان بیش از مردان و نشاط آنان نیز همانند مردان است. ایشان با تأکید بر پرهیز از نزاع‌ها و اختلاف‌ها در برپایی شعائر حسینی تأکید فرمودند بایستی تلاش شود از هر گونه درگیری و اختلاف اعم از سیاسی و گروهی و قبیله‌ای و خانوادگی در برپایی مراسم سوگواری امام حسین علیه السلام جلوگیری شود. آیت الله العظمی شیرازی
در پایان با تاکید بر اهمیت زیارت اربعین به عنوان یکی از مهمترین شعائر حسینی از همه شیعیان دنیا خواستند نسبت به هرچه باشکوه تر برگزار شدن این شعیره عظیمه بایستی همگان تلاش کرده و ضمن شناساندن امام حسین علیه السلام به دنیا با این حرکت عظیم باعث گرویدن مردم به اسلام و پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام شوند. ایشان همچنین از دولت عراق خواستند با تمهیدات لازم و تسهیل در زمینه ویزا و گذرنامه زائران نسبت به باشکوه تر برگزار شدن این زیارت تلاش لازم را انجام دهد. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر احمد شمس از آنکارا با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم. جناب آقای شمس، با توجه به توصیه آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با پرهیز از اختلاف ها در برپایی شعائر حسینی، عدم پرهیز از این گونه موارد چه نتایجی ممکن است داشته باشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. نکته ای رو که حضرت آیت الله العظمی شیرازی بهش اشاره فرمودن در رابطه با اختلافاتی که ممکنه در برپایی شعائر دینی و عزای ابا عبدالله علیه السلام باشه، نکته مهمی است. ایشون اشاره فرمودن به پرهیز از هر گونه اختلاف. این تعبیرشون یه تعبیر عام هست، اشاره داره به هر گونه اختلافی که سبب دو دستگی یا چند دستگی در برپایی عزای حضرت ابا عبدالله باشه، چرا که عزای حضرت ابا عبدالله الحسین باید نماد همدلی و وحدت و مودت بین مسلمانان و شیعیان باشه و از تعالیمی که می شود از ایام محرم بهره برداری کرد به نحو مطلوب استفاده بشه. اختلاف افکنی و استفاده ابزاری از عزای سید الشهدا و این دستگاهی که جز نام و یاد خدا و اهل بیت نباشه، خب قاعدتاً به جای دعوت به امام حسین، دعوت به خود یا دعوت به گروه خود هست. در گذشته های تاریخی به ویژه در ایران ما گاهی اوقات شاهد این هستیم که برخی از روستاهای مجاور، شهرهای مجاور عزای ابا عبدالله علیه السلام رو میان دستاویز برخی از فخر فروشی ها نسبت به هم میکنن، این هیئت نسبت به اون هیئت و چیزهایی از این دست. گاهی اوقات اختلافات فامیلی باعث میشه که عزای سید الشهدا دچار چند دستگی بشه و در وجه گاهی وقتا اختلافات عشیره‌ای و قومی، اختلافات قومی و نژادی گاهی اوقات باعث این قضیه میشه. و در یک وجه دیگرش و وجه عمومی ترش اختلافات سیاسی است که این خیلی سم مهلکی هستش و اشاره ایشون به همین قضیه بوده که خدایی نکرده اختلافات و چند دستگی های سیاسی دستاویزی نشه که تحت الشعاع قرار بده شعائر حسینی رو، مراسم عزایی که برپا میشه، اختلافات سر جای خودش در خارج از مسائل عزاداری باید باشه، اما اون چی که هست، اون چی که به عنوان عزاداری و دستگاه عزاداری امام حسین هست، محل وحدت تمامی افکار جریان هاست و همه باید برای همدلی زیر یک پرچم و زیر یک علم و کتل باید سینه بزنن و به یاد ابا عبدالله باشن. اگر خدای نکرده چنین اتفاقی بیفته و اختلافات زیاد بشه، خب قاعدتا اون منظور و مطلوبی که از قیام سید الشهدا و عزاداری هست حاصل نخواهد شد. آی دکتر، نقش شیعیان دنیا و دولت‌های اسلامی به ویژه شیعه در برپایی شعائر حسینی تا چه حد میتونه اهمیت داشته باشه؟ بله، ببینید، شعائر حسینی و برپایی
مراسم حضرت ابا عبدالله به خصوص تو اون کشورهایی که شناختی از اسلام ندارن نماد اسلام است. من به تعبیری میخوام اینجوری عرض بکنم که امام حسین علیه السلام دروازه ورودی کسانی هستند که میخوان به اسلام ورود پیدا کنن، یا دروازه شناخت کسانی هست که هیچ آگاهی از اسلام ندارن. در کشور غیر مسلمانی که هیچ نامی از اسلام و یادی از اسلام نیست، وقتی شیعیانی که تو اون کشورها حضور دارن و اقامه عزا میکنن، در حقیقت میان اسلام رو معرفی میکنن به سایر مسلمان، سایر ملل دنیا و پیروان سایر ادیان. طبیعی هستش که اون حس کنجکاوی غیر مسلمان ها تحریک میشه. این حسین کیست؟ این حسینی که 1400 و اندی سال پیش به شهادت رسیده و همچنان پیروان او برای او عزاداری میکنند و دچار حزن و اندوه میشوند، اینها کی؟ این بزرگوار چه کسی است؟ قاعدتا همین مراسم و عزاداری ها سبب میشه که بیان تحقیق بکنن، و چه بسا از رهگذر همین تحقیق ها دل بسیاری از این غیر مسلمان ها به نور هدایت روشن بشه و به اسلام رو بیارن. امام حسین علیه السلام میتواند و عزاش و شعائر مربوطه به حسینی به خصوص در کشورهایی که غیر مسلمان ها توش حضور دارن میتواند یک همچین نقشی داشته باشه. تأکید دیگه هم که ایشون داشتن نسبت به برپایی مراسم اربعین هست که واقعا نماد بزرگی است که عظمت اسلام و شیعه و امام حسین رو میتونه به دنیا معرفی بکنه، و ایشون توصیه که به دولت عراق داشتن این بودش که حتما در گذرنامه، در ویزا و در مسائل مربوط به زائرانی که میخوان در این مراسم شرکت بکنن تسهیلات لازم رو اعمال بکنه، تا انشاءالله امسال بعد از اون چند سالی که به هر حال مسائل مربوط به کرونا و پاندمی های مربوط به اون بود، شاهد یک اجتماع عظیمی از شیعیان و بلکه دلدادگان امام حسین علیه السلام در راهپیمایی اربعین باشیم. ممنونم از شما دکتر احمد شمس از آنکارا با ما بودند.